پرتاب برای زوباهن. 55 دقیقه هم گذشت. زوباهن هنوز نتونسته گل خورده خودش رو جبران بکنه. زمین بسیار یک دست و چمن همواری رو داره ورزشگاه فولادشهر. بعد از در حال شکل نامطلوبی که در دو سه ماه گذشته به خودش گرفته بود. علیرضا محمد میرسه به توپ. میتونه ارسال بکنه. تو سر توپ میزنه. عادل کلاکش در مقابلش هست. خیلی خوب توپ رو بنگر برگشت داد. رجب زاده کوتاه میفرسته داخل محوطه جریمه و آوت. توپ به کورنر هم نمیره. بازیکنان زوباهن چهار چشمی نیمکت نشینان این تیم در حال گرم کردن دارن بازی رو دنبال میکنن. محمد برجلو اسماعیل فرهادی سینا عاشوری دو دروازه‌بان خارجی در درون دروازه دو تیم قرار گرفتن، یکی از ارمنستان یکی از برزیل. آفساید. بعد از آزاد گذاشتن حضور دروازه‌بان‌های خارجی در فوتبال ما، دوباره بازیکنان خارجی زیادی از جمله دروازه‌بان‌ها اومدن به تیم‌های مختلف. این لحظه‌ای است که آفساید اعلام شد که بعضی از اون دروازه‌بان‌ها در حال موفق بودن، بعضی از اونها هم شاید به اون اندازه‌ای که دلارهای زیاد خرج اونها شده نتونستن مثمر ثمر باشن. توپ به بیرون میره. پرسپولیسیا کماکان یک بر صفر جلو هستن، بازی رو هم اداره کردن. تصویر زیبا رو همکارانم نشون دادن، همکاران پرتلاشی که از تمامی زوایای این مسابقه تصویر میگیرن و تقدیم به شما دوستداران به فوتبال میکنن. خب اینها دروازه‌بان‌های خارجی دو تیم هستند و این هم هر حال حرکت جالبی که همکاران خوبم هم به تصویر کشیدن. در یک لحظه هر چند کوتاه این تصاویر همکاران خوبم هم شکار کردن. غلامرضا رضایی خطا مشخص هست در وسط زمین. البرز حاجی پور داوری که اهل استان خوزستان، این لحظه ای است که برای غلامرضا رضایی خطا انجام شد، اهل استان خوزستان و شهر کوچک لالی هست، شهری در شرق مسجد سلیمان که به هر حال کار داوری خودش رو از اونجا آغاز کرده، این داوره با تجربه فوتبال ما. بنگر دوباره بر میگردونه. هنوز زوباهن خیلی جدی نتونسته دروازه پرسپولیس رو تهدید کنه. یک بار ارسال قاسم حدادی به شکل خطرناک از روی سر اسماعیل فرهادی در نیمه اول عبور کرد. مسلمان حالا برای اسماعیل فرهادی آفساید. بعد از ضربه هم ضربه رو، یعنی بعد از سوت داور هم ضربه رو زد که اختاری به اون نمیده داور. ببینید این لحظه است که یه مقدار یه گام در آفساید بود، پرچم کمک داور بالا رفت. افسوس اسماعیل فرهادی که خودش هم قبول داره که در موقعیت آفساید صاحب توپ شده. غلامرضا رضایی خطا به سود زوباهن. هنوز هم هواداران زوباهن امیدوار به دقایق باقی مانده و پرسپولیسی های خوشحالی که تیمشون یک بر صفر پیش افتاده در این ورزشگاه. محمد پاس بلند برای پیام صادقیان. باز هم برگشت توپ. پرسپولیسی ها ترجیح میدن بیشتر حفظ نتیجه بکنن و بازی رو اداره بکنن، چون اونا میدونن که زوباهن با تعداد نفرات زیاد حمله خواهد کرد. استفاده از سرعت غلامرضا رضایی و کریم انصاری‌فر پشت
دفاعی زوبهن حربه‌ای خواهد بود که یحیی گل محمدی برای نیمه دوم انتخاب کرده. نورافکن‌های ورزشگاه فولادشهر هم روشن شده. نیلسون کاسپار و فرهاد کاظمی رو میبینید. قول داده بود که زوباهن در لیگ برتر میمونه، خیلی خوشگل هم میمونه. این دقیقا مصاحبه بود که فرهاد کاظمی بعد از بازی با مثل کرمان انجام داد. اسماعیل فرهادی داخل محوطه جریمه، خود فرهادی سماجت او و یک کورنر میگیره. مطمئنن در ادامه رفته رفته فشار حملات زوباهن بیشتر هم خواهد شد، چون دیگه زوباهن چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. پشت تو محسن مسلمان چپا قرار گرفته، توپ رو میفرسته بلند، همین کارو انجام میده. جلال حسینی ضربه سر رو میزنه. همه بازیکنان اومدن در نیمه زمین تیم پرسپولیس. ضد حمله های تیم پرسپولیس هم میتونه خطرناک باشه با توجه به اینکه هادی نوروزی هم میخواد به زمین مسابقه بیاد. یه حرکت رو به جلو و باز هم کورنر. کورنر به سود زوباهن. کریم انصاری فری کمکار زمین مسابقه را ترک میکنه، بازیکنی که فروغی در این مسابقه نداشت. و هادی نوروزی تازه نفس به زمین مسابقه میاد. تو کوتاه فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. رجب زاده ضربه رو میزنه و بنگر در آخرین لحظه توپ رو رای کورنر میکنه. فرصت بسیار خوبی بود برای به تساوی کشیدن این مسابقه. رجب زاده واقعا متحول کرده خط میانی زوباهن رو، توپ رو میفرسته. هر چه توپ بوده بنگر و سید جلال خط دفاعی پرسپولیس زدن، خیلی خوبم زدن این ضربات سر رو. مسلمان، رجبزاده، مسلمان، ارتباط قطع میشه. محمد میخواد با پای چپ بزنه ضربش رو، محمد رو به جلو تند و تیز میده و بی حاصل هست. 63 دقیقه. پیام صادقیان رو میبینی. این لحظه ای هست که محسن بنگر قبل از ورود توپ به دروازه به زحمت توپ رو بیرون کشید. نیلسون کماکان موفق در بسته نگه داشتن دروازه پرسپولیس. هادی نوروزی، برجلو رو به عقب کار میکنه. شفاعت برای محمد حدادی. باز هم فاصله زیاد هست بین خط میانی و خط حمله ی زوباهن. مسلمان، حدادی، دوباره مسلمان برای اسماعیل فرهادی. آفساید نیست این بار، توپ رو میگیرن. عادل کلاکچ آوانتاژ میده. آقای البرز حاجی پور، یه بازیکن پرسپولیس روی زمین افتاده که ولادکو هست. بازی استقلال و گهر هم در ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم شاید خواهد بود. بازی که از هفته 31 برگزار میشه. این هم لحظه ای هست که ببینید بعد جور تعادل ولادکو روی حرکت سینا عشوری به هم خورد. زوباهن در مکان 14 جدول رقابت ها هست با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم آلومینیومی که در رده 15 قرار گرفته. اگر زوباهن این مسابقه را شکست بخوره، حتی تساوی آلومینیوم در زمین جهر میتونه آلومینیوم رو بالاتر از زوباهن قرار بده. خطا به سود پرسپولیس. این سینا عشوری هست، شاید خیلی از علاقمندان به پرسپولیس دوست داشتن که امروز علی کریمی هم در ترکیب این تیم باشه که به دلیل مصدومیت نتونست به اصفهان بیاد. این لحظه ای هست که تعادل هادی نوروزی روی حرکت خشن سینا عشوری به هم خورد. پرتاب برای پرسپولیس. 65 دقیقه. خطای پرتاب اعلام میشه. حدادی، سلسلی، سه جلال اثر میگذار. رجب زاده میخواد سریع پرتاب رو انجام بده تا
زمان بازی هدر نره. محمد مسلمان میاره به وسط، قاسم حدادی یه بازیکن از چپ حرکت کرده میندازه به راست برای پیام صادقیان. خود صادقیان عبور میکنه از یکی دو بازیکن، پاسش پاس خوبی نیست و ارتباط قطع میشه. حدادی غلامرضا رضایی پا به توپ حرکت میکنه، مقابلش سلسالی هست، میخواد عبور بکنه، موفق هست کماکان غلامرضا رضایی. هر چه تلاش میکنه سلسالی توپ رو از او بگیره ناموفق هست و سرانجام مجبور میشه خطا بکنه. علیرضا محمد و سلسالی به کمک هم نتونستن توپ غلامرضا رضایی رو بگیرن. به هر حال بازیکنی که سرعت داشته باشه خیلی سخت توپ رو از او گرفت. این هم لحظه ای که تعادل غلامرضا رضایی به هم خورد. در این حرکت نیمچرخش‌های خوبی هم انجام میداد و به هر حال تیمی که جلو هست گرفتن این گونه خطاها بسیار از اهمیت هست. غلامرضا رضایی این بار با سماجت یک پرتاب رو میگیرن زوباهنی ها. مسلمان رجب‌زاده، مسلمان انصافا باید قبول بکنیم که پرسپولیسی ها خیلی محکم و جسورانه بازی میکنن، کار به این ندارن که این شکست ممکنه منجر به سقوط زوباهن بشه. در حال همیشه هواداران پرسپولیس در هر جایگاهی که این تیم باشه، پرسپولیس استقلال خیلی فرق نمیکنه، از این تیم ها پیروزی میخوان. پرتاب برای پرسپولیس و فشنگ چی خواهد بود؟ سرسالی سایه به سایه حرکت میکنه با غلامرضا رضایی، میدونه اگر از او غافل بشه سرعت او و استارتای به خصوص کوتاه او روی زمین خطرناک هست. رجب‌زاده محمد او کار میکنه بازیکنان زوباهن، پیام صادقیان، یکی دو بازیکن رو جا میذاره و خطایی اعلام نمیشه. بارجلو تو به بیرون میره، پرتاب برای پرسپولیس هست. این لحظه ای هست که ببینید تک زد در آخرین لحظه میثم نقی‌زاده و آقای حاجی پور هم نزدیک به صحنه بود. ولادکو میفرسته توپ رو، فرصت برای بازیکنان پرسپولیس و هادی نوروزی که این موقعیت از دست میره. هادی نوروزی بازیکنی که در نیمه دوم به زمین مسابقه اومد. ببینید ارسال ولادکو، تصویری که همکاران خوبم از نمای پشت دروازه انتخاب میکنن و توپی که بدین شکل هادی نوروزی نتونست استفاده بکنه در جدال با قاسم حدادی. جناح بازی عوض میشه. محمد برای اسماعیل فرهادی تندوتیس هست. هیچگاه بازیکنان زوباهن با توجه به مدافعین بلند قامت و سرزن تیم پرسپولیس به عمق دفاع پرسپولیس از راه زمین نفوذ پیدا نکردن. روی هوا هم که این مدافعین پرسپولیس بودن که خوب و مسلط بودن، یه درگیری اونجا به وجود میاد. سری بازیکنان زوباهن بازی رو آغاز میکنن. حدادی به زحمت به توپ میرسه، میاره به وسط، سینا عاشوری یه چرخش به دنبال بازیکن هست، راه بسته هست، ترجیح میده با سلسالی کار بکنه. سلسالی با برجلو، هیچ بازیکنی به حمایت از اون نمیاد. سینا عاشوری، هر بازیکن زوباهن یارگیری میشه از توی یه بازیکن تیمه پرسپولیس. خیلی راحت توپ از دست میدن. غلامرضا رضایی، زوباهن زمانی با حضور زمینی که
خطا اتفاق میفته، کارت زرد برای بازیکن خاطی تیم پرسپولیس، خطایی که روی اسماعیل فرهادی انجام میشه. حالا تصویر هسته را خواهیم دید که محسن بنگر اومد این خطا را انجام داد. ببینید این لحظه ای هست که بنگر تک سر و تک خطرناک، او هم خطا اعلام شد. فوفانو میخواد به بازی بیاد برای زوباهن. حدادی در عام، اسماعیل فرهادی پاس رو به جلو، توی دروازه، توی دروازه، تعویض کارساز فرهاد کاظمی نتیجه میده و مهدی رجب زاده حساب کارو 1-1 مساوی میکنه. زوباهن 1 پرسپولیس 1. مهدی رجب زاده خوشحالی رو به ورزشگاه فولادشهر میاره و فرهاد کاظمی یک بار به عمق خط دفاعی پرسپولیس رفتن و یک بار هم به گل رسیدن و نیلسون تسلیم شد، کاری که بارها بارها زوبانی ها در نیمه اول و شروع نیمه دوم نتونستن حتی یک بار هم انجامش بدن. ببینیم در تصویر هسته، یه پاس در عمق خیلی عالی داد و خیلی راحت و خوبم کار رو تمام کرد مهدی رجب داده. پاس قاسم حدادی و این هوش اسماعیل فرهادی است. چقدر بازیکن باهوش این اسماعیل فرهادی، چه پاسی داد. انصافا مثلثی که منجر به گل زوباهن شد، سه بازیکن تاثیرگذار زوباهن روش نقش داشتن. فوفانو هم به بازی اومد به جای وارژلو. دقیقه 72 زوباهن بازی رو 1-1 مساوی کرد. پرسپولیس اصلا در خط دفاعی اشتباه نکرده بود، روی هوا خوب و مسلط بودن، روی زمین هم که فرصتی رو در اختیار بازیکنان زوباهن قرار نداده و اون یه لحظه قفلت کردن و همین پاس در اون باعث شد تا اونا گل تساوی رو به ثمر برسونه. بازی دنبال میشه، نوروزی فرصت و آفساید یا خطا اعلام شده. اونجا پرچم کمک داور بالا رفته، ولادکو میخواد زمین مسابقه رو ترک بکنه. مارکو پروویچ که یک بازیکن کروات هست به زمین مسابقه میاد. ولادکو زننده تکل تیم پرسپولیس زمین مسابقه رو ترک میکنه. چرا آقای فرهاد کاظمی مهدی رجب زاده رو در نیمه اول به بازی نیاورده بود واقعا جای تعجب داشت. اومدنش به بازی واقعا یه نظم خاصی داد به تیم زوباهن. واقعا دور از انصاف خواهد بود اگر آدم بخواد ارزش‌های فنی یه بازیکن رو نادیده بگیره. رجب زاده گلی زد برای زوباهن که شاید در بازی‌های باقی مانده زوباهن رو حتی نگه داره در رقابت‌های لیگ برتر. البته اینها اتفاقات هست و شایدها و اما و اگرها، در ادامه هم ممکن اتفاقاتی رخ بده، یا همین نتیجه بمونه، یا اینکه پرسپولیس بازی رو ببره، یا اینکه زوباهنی که گل زده رویه بگیره بتونه گل دوم رو بزنه. بعد ببینیم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. اسماعیل فرهادی درگیر هست، سازنده گل تساوی در این مسابقه. خطا. زوباهن زمانی با حضور بازیکنانی مثل ایگور کاسترو، سید محمد حسینی، فرشید طالبی و محمد رضا خلدبری به راحتی دفاع حریفان رو به هم میریخ، این لحظه ای هست که تعادل اسماعیل فرهادی به هم خورد و خیلی راحت هم به گل میرسید. مسلمان توپ از دست میره. غلام رضا رضایی، هر دو تیم به نتیجه مساوی راضی نیستن چون خیلی کمک خاصی به اونها نخواهد کرد. یک حرکت از اون منطقه برای تیم پرسپولیس میتونه شک بگیره. دو بازیکن زوباهن درگیر هستن و خطا. خب خطا به سود زوباهن اعلام شده. آقای البرز حاجی پور با کمک خودش این تصمیم رو میگیره. این لحظه ای هست که محمد رضا خانزاده میخواست با سماجت عبور بکنه از مدافعین پرسپولیس.
پرتاب رو مسلمان میخواد انجام بده. مسلمان، حدادی، بازی دنبال میشه. رجبزاده، شاید اگر زوباهن در این مسابقه به پیروزی برسه رویایی ترین و شیرین ترین نتیجه فصلشون رو گرفته باشن. به شنگچی، حدادی، اسماعیل فرهادی، توپ از دست میده. سینا اشوری، بیرون رفتن حسین ماینی هم تا حدودی تاثیرگذار بود در حرکت تیم پرسپولیس به خاطر مصدومیت. رجبزاده، حالا فرصت برای صادقی ها. چه فرصتی را از دست داد این بازیکن جوان و میتونست گل دوم تیمش رو به ثمر برسونه. ببینید پاس رجبزاده به تیر یک، از ضربه‌ای که محکم زده میشه از یک زاویه تنگ. باز هم مرور میکنیم گل تساوی زوباهن رو، اصلا آفساید هم نبود. از ضربه دقیق رجبزاده که از کنار دستان نیلسون به درون دروازه رفت. محسن مسلمان با به توپ حرکت میکنه، میندازه برای پیام صادقیان، اگر ببینه سانت کنه، حالا این کارو انجام میده و توپ نمیرسه به اسماعیل فرهادی. بعد از زدن گل زوباهنی ها رویه خوبی گرفتن. فرهاد کاظمی میخواد پهلوان جوان رو به بازی بفرسته. ببینید ارسال پیام صادقیان، اینجا که توپ نرسید به اسماعیل فرهادی. پهلوان پدیده این فصل زوباهنی ها میخواد به بازی بیاد. این لحظه ای هست که خطا برای غلامرضا رضایی انجام شد. تعویضای آقای فرهاد کاظمی کفه ترازو رو یه مقدار سنگین تر کرد به سود زوباهن. هادی نوروزی، یک و دو موفق، فرصت برای گل دوم پرسپولیس. چیزی نمانده بود که زوباهن بر خلاف جریان بازی گل بخوره، اونم روی یک حرکت سریع و برق‌آسا. شفاعت یه لحظه اونجا میمونه. ببینید این لحظه ای هست که شفاعت دروازه تیمش رو نجات داد. پهلوان به بازی میاد، فرصت برای بازیکن پرسپولیس. یک ضربه سر از مدافع جلو کشیده یه تیم پرسپولیس و توپی که کاسپاروف میگیره. حالا پهلوان به دنبال توپ، یه لحظه کلاکج روی توپ اثر میگذاره. خب پیام صادقیان زمین مسابقه رو ترک کرد و پهلوان به زمین مسابقه اومد. اسماعیل فرادی، فوفانو، زبرو ناگهانی میزنه، حالا حدادی، و چه فرصتی رو قاسم حدادی از دست داد. میتونست همون روی پای چپش هم شوت بزنه. بازی در این دقایق در اوج حساسیت دنبال میشه، هر آن امکان داره هر دروازه فرو بریزه. نیمه دوم اصلا قابل مقایسه نبوده با نیمه اول این مسابقه. یه بازی جذاب و زیبا رو هر دو تیم دارن انجام میدن. غلامرضا رضایی، سینا اشوری توپو میگیره، خود سینا، خطای غلامرضا رضایی که خستگی ناپذیر بوده در این مسابقه در خط حمله تیم پرسپولیس. ببینید قاسم حدادی میخواست پاس بندازه اما توپش در اختیار نیلسون قرار گرفت. اسماعیل فرهادی هم به اون میگه که بهتر از اینها میتونست روی این توپ کار کنه. رجبزاده، فوفانو، کسی نیست از این موقعیت استفاده بکنه. محمد نوری، او با زیر پای عادل کلاکج عبور میکنه و به بیرون میره. بازیکنی که بیشتر در خدمت تیم هست عادل کلاکج و کمتر روی به بازی انفرادی میاره. پاس بلند برای مسلمان،
یک آوت رو میگیره. 10 دقیقه پایانی مسابقه آغاز شد. فرهادی، خود مسلمان، توپ رو پروویچ روش اثر میگذاره، حرکت میسم نقی‌زاده، عادل کلاچچ. پرسپولیسیا جلو کشیدن، یه توپ میره به اون سمت، فرصت برای قرمز پوشان پرسپولیس داره ساخته و پرداخته میشه، یه سانت بلند به روی دروازه و کاسپاروف خیلی خوب و مسلط توپ رو میگیره، سریع هم بازی رو آغاز میکنه. اسماعیل فرهادی توپ از دست میده، فشنگچی، خود او داره پیشروی میکنه، فشنگچی و خطا. در یک زاویه مطلوب ضربه آزاد به سود تیم پرسپولیس اعلام میشه در 81مین دقیقه این مسابقه. ببینید این لحظه ای هست که اسماعیل فرهادی از پشت سر به روی فشنگچی پیشتاخته خطا کرد. غلامرضا رضایی پشت توپ قرار گرفته، جایی که یه بازیکن راست‌با میتونه به خوبی به توپ ضربه بزنه. سه بازیکن در مقابل توپ، یه بازیکن با فاصله ضربه زده میشه، توپ به اون سمت میره، محسن بنگرد و کورنر برای پرسپولیس. حالا دقایقی هست که شاگردان گل محمدی نبض بازی رو در دست گرفتن. یه چند دقیقه بعد از گل زوباهن، زوباهن بود که فشار آورد، اما دقایق کوتاه هست که پرسپولیسیا خودشون رو تحمیل کردن به زوباهن در نیمه زمین این تیم. ضربه کورنر باید به روی دروازه فرستاده بشه، فرستاده میشه، از همه عبور میکنه و دوباره توپ برای کورنر میشه روی ضربه سر شفاعت. در نیمه دوم شفاعت بازی بهتری رو در مرکز خط دفاعی زوباهن نسبت به نیمه اول انجام داد. یارگیری نفر به نفر، خادی نوروزی توپ رو بلند میفرسه، توپ نیست و توپ به بیرون میره. از کنار دروازه کاسپاروف باید بازی رو آغاز بکنه. حدادی، جدیترین تعقیب کننده یه تیم پرسپولیس در مکان هفتم تیم مس هست که یک بر صفر از فج جلو بود و 44 امتیازی است. تو فرستاده میشه برای دروازه، مسلمان یه فرصت دیگه داخل محوطه جریمه، یه ضربه و توپی که پهلوان میزنه و به کورنر میره. ضربه کورنر به سود زوباهن. جلو میان بازیکنان تیم، حدادی توپ رو میزنه مستقیم، چه ضربه خطرناکی از کنار دروازه نیلسون گذشت و فرهاد کاظمی نیمخیز میشه. خیلی خطرناک بود ضربه قاسم حدادی. حالا همکاران خوبم تصویر آثار رو خواهند داد که توپ با چه اختلافی عبور کرد از کنار دروازه نیلسون. ببینید اینجا ضربه ای هست که بدین شکل با این اختلاف کم به بیرون رفت. غلامرضا رضایی واگذار میکنه به کلاکش، فرهاد کاظمی رو دیدید رو به عقب، این بار خانزاده. کلاکش توپ رو بلند میخواد بفرسته، نزدیک بود به بیرون از ورزشگاه فولاد شهر بره که این اتفاق نمیافت. با فجر گل تساوی رو به تیم مز زده و اونجا بازی یک یک مساوی دنبال میشه. هشتاد و پنج دقیقه هم گذشت، پنج دقیقه پایانی این مسابقه. ضربه کورنر باید به روی دروازه فرستاده بشه. حالا بلند و کشیده و نیلسون خوب و مسلط روی هوا توپ از آن خودش میکنه، سریع هم بازی رو آغاز میکنه. جلال حسینی توپ رو بر میگردونه. حدادی
یه پاس بلند میندازه، آفساید نیست، موقعیت برای بازیکنان زوباهن داره ساخته و پرداخته میشه فوفانو، کورنر. زوباهنی ها تازه یادشون اومده که از این بازی 3 امتیاز میخوان. فرهادی، فرصت هست برای بازیکنان زوباهن، اونجا مسلمان توپ از دست میده. ده با ده موفق تر غلامرضا رضایی تیم پرسپولیس، پاس بلندی میندازه، شفاعت، حدادی از زوباهن حمله توپ میکنه، خودش جلو میاد، رجبزاده به سمت راست خط دفاعی رفته، مسلمان برای فوفانو، موقعیت برای زوباهن، فوفانو حالا برای زدن گل دوم، اسماعیل فرهادی. چه فرصت هایی رو زوباهنی ها دارن از دست میدن در نیمه دوم. تعویض های آقای کاظمی هر حال برگ برنده بوده، در ادامه کار خطای اعلام نمیشه، بازی دنبال میشه. پروویچ جناح بازی رو عوض میکنه برای کلاکت، سرعت توپ زیاد هست و حاصلی در پی نداره، اشاره میکنه که پاست رو جلوتر بنداز. نیمکت نشینان زوباهن رو میبینید، ببینید عجله کرد اسماعیل فراد، اگر میتونست کنترل کنه بد بزنه شاید از این فرصت زوبانی ها میتونستن استفاده بهتری رو ببرن. اسماعیل فرهادی، قاسم حدادی رها میکنه برای رجبزاده، کنارش مسلمان، به امیده، خود مسلمان یه حرکت خیلی قشنگ رو انجام میده، آوانتاج میده آقای البرز حاجی پور برای پهلوان، خود پهلوان یه بازیکن کنارش حرکت کرده، پاس میده برای سینا عاشوری، یا پاس رو به عقب، قاسم حدادی، اسماعیل فرهادی میندازه به این سمت، مسلمان، رجبزاده حرکت کرده، حالا رجبزاده میفرسته توپ رو، اما ارسالش ارسال خوبی نیست، توپ به بیرون میره. کمی سراسیمه هستن بازیکنان زوباهن در زدن ضربات آخر. 88 دقیقه هم گذشت. کماکان فرهاد کاظمی کنار خط صحبت میکنه. این نتیجه زوباهن رو 32 امتیازی خواهد کرد و چشم زوباهن به دو هفته پایانی خواهد بود. دو بازی در مقابل صنعت نفت آبادان در همین ورزشگاه و ملوان انزلی در انزلی. نیلسون، شفاعت، جلال حسینی، غلامرضا رضایی، خطا اعلام میشه، خطای سلسالی. نوری بازی رو آغاز میکنه، کلاکج، خود کلاکج از راه دور و توپی که به بیرون میره، زمینه که لحظه خطا برای غلامرضا رضایی رو ملاحظه فرمودید. یک یک دقایق پایانی بازی رو دنبال میکنیم، در شدی که تماشاگران حاضر در ورزشگاه فولادچه رفته رفته دارن ورزشگاه رو ترک میکنن. پهلوان، خطا، خطا به سود زوباهن در 89 دقیقه این مسابقه. ببینیم چند دقیقه وقت اضافه خواهد داشت این مسابقه. حدادی، پاس در آم، این بار محسن بنگر توپ رو دور میکنه. باز هم کاسپاروف توپ رو بلند میفرسته برای فوفانو، زودتر از او محسن بنگر، نوری، سینا عاشوری، حدادی در میانی زمین توپ رو در اختیار داره، فوفانو، اگر ببینن در این سمت رجبزاده رو، فرهادی، بازم خطای اعلام نمیشه و بازی دنبال میشه. 3 دقیقه وقت اضافه منظور میشه برای پایان این مسابقه. فشنگچی ضربه سر رو نوری میزنه، بازی دنبال میشه، غلامرضا رضایی، سماجت او در راه رفتن، خود رضایی خوب کار کرده در
خط حمله پرسپولیس غلامرضا رضایی در این مسابقه این بار راحت توپ از دست میده. اسماعیل فرهادی کم تعداد هستن بازیکنان زوباهن، فوفانو توپ نمیرسه، بازی دنبال میشه و خطا به سود پرسپولیس. خب دو هفته پایانی رقابت های لیگ برتر زمین که تصویر حادث شدن خطا رو میبینید اعلام شده، 15 و 20 اردیبهشت ما مسابقات دنبال میشه و دو هفته پایانی هم به صورت همزمان برگزار خواهد شد. پرسپولیس بالاترین جایگاهی که دیگه بتونه قرار بگیره پنجم هست و پایینترین جایگاهی که بتونه پرسپولیس پایین بیاد نهایتاً تا رده دهم جدول هست. یحیی گل محمدی تیم پایین جدول رو تحویل گرفت، نتایج خوبی به همراه این تیم گرفت و پرسپولیس رو کم کم به رده‌های بالای جدول رسوند. مسلمان پاسش پاس خوبی نیست، ارتباط قطع میشه، کلاکچ میندازه برای هادی نوروزی. کلاکچ بازی دنبال میشه و حالا خطا به سود تیم پرسپولیس در دقایق اضافه این مسابقه. این محسن بنگر هست و این هم لحظه ای که سماجت برای تصاحب توپ رو همکاران خوبم به تصویر میکشن و این هم هواداران پرسپولیس و دیگر علاقمندانی که در ورزشگاه ملازم میفرمایید. ضربه باید به روی دروازه فرستاده بشه. 1 دقیقه پایانیه. بازی رو داریم پشت سر میگذاریم، تو مستقیماً به بیرون میره. دیگه فرصتی نیست که دو تیم بتونن در این مسابقه سه امتیاز رو بگیرن و به نظر میسه که همین تساوی 1-1 نتیجه‌ای خواهد بود که در پایان رقم خواهد خورد. سلسلی پاسو رو به عقب میده در حالی که همه انتظار داشتن او پاس بلندی رو بده، حالا این کار رو انجام میده. تو به اون سمیات سوت پایان این مسابقه توسط آقای البرز حاجی‌پور به صدا در میاد. تقسیم امتیازات تیمای پرسپولیس و زوباهن در هفته 32 رقابت های لیگ برتر. تشکر از همراهی شما عزیزان بیننده، همکاران خوبم در پخش شبکه سوم سیما و تلاش همه همکاران خوبم که تونستن این دارو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. آمار بازی رو ملازم میفرمایید. فرصت در اختیار آقای خیابانی و همکاران خوبم در پخش شبکه سوم سیما. خدا نگهدار.